سلام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. بهار لطفی نژاد هستم، از تریبون آقای شهزاده پویا که ازشون ممنونم، در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان عزیز، من یک فیلمی رو گرفته بودم، راجع به آقای فرید بود که از چنل آقای همایون افغان این مستند رو من دیدم و راجبش صحبت کردم، که من فیلمو قبلا گرفته بودم، قبل از اینکه ویدیوهای بعدی آقای همایون رو راجب آقای فرید بگذاره و من ببینم. دوستان عزیز، خب اینجا 180 درجه همون مردمانی که برای فرید گریه میکردن، برای فرید اشک میریختن، 180 درجه نظرها عوض شد و فرید و با القاب دیگه مثل فرید دروغگو بود، فرید حقه باز بود، فرید دزد بود، این چیزا از فرید یاد میکردن و ما خیلی ناعادلانه، کسایی که قضاوت کردن ناعادلانه قضاوت کردن. دوستای عزیز، یک کودکی که دنیا میاد بسیار معصوم و پاکه. فرید بسیار معصوم و پاک بود. فرید هر آنچه را که یاد گرفته در خانواده یاد گرفته. همه میدونیم طبق روانشناسی کودکی که دنیا میاد تا 8 سالگی 75% رفتار خانواده بر اون تأثیر بذاره و از سن 8 تا 12 سالگی رفتار خانواده 50% بر اون تأثیر میذاره و از 12 تا 18 سالگی 25% رفتار خانواده بر طفل تأثیر میذاره و طفل الگوبرداری میکنه. از 18 به بعد هیچ تأثیری خانواده نمیتونه در روی کودک داشته باشه، چون اون کودک تمام شخصیتش شکل گرفته و تمام چیزها. فرید بند خدا که در این خانواده به دنیا اومده، فرید در این خانواده بزرگ شده، فرید بسیار نابغه است، فرید بسیار پسر خوبیه. فرید اگر در خانواده دیگه به دنیا می اومد، به جای اسفندی کردن که فرید رو بفرستی پدر آقای فرید، می گفتی فرید به جای اینکه 8 بجه خانه بیاد 10 بجه می آمد، من کتکش می زدم، یه بار هم زدم سر شکست و کتک زدم فرزندمه. خب فرزندا با هم دیگه فرق می کنن. فرید ازت کینه به دل گرفته. فرید یه انسان عادی و نرمال نیست، یه کودک عادی نیست. فرید بسیار فهمیده است. فرید یک بچه استثنایی و باهوشه، به جای اینکه پدر محترم، وقتی به قول خودت پسر بزرگ زیاد از هوشیار نبود، وقتی که دیدی فرید هوشیاره، اگه میخواستی فرید آدمی بشه که دست تو رو بگیره، میگفتی فرید یه روزی میاد دست منو میگیره. چطور در افغانستانی که، ببخشید من اینو میگم، سوء استفاده گران نه همه هستند که از پسر برای بچه بازی سوء استفاده میکنن، چطور به خودت اجازه دادی فرید کودک رو که از 5-6 سالگی اینو اسفندی بفرستی داخل خیابون؟ معلومه که شخصیت فرید از خیابان شکل میگیره و 8 شب بیاد خونه به خاطر 100 افغانی. شما باید فرید آموزشگاه میذاشتی، یاد میگرفت علم رو، سواد رو، نه بفرستی در کوچه و خیابان، در دل کوچه که هزاران معتاد، هزاران فریب دهنده، هزاران سوء استفاده جنسی از کودکان وجود داره، بعد توقع داشته باشی فرید آدم خوبی بار بیاد. چرا آموزشگاه نفرستادی پدر محترم؟ خیلی از خانواده هستن، من میشناسم در افغانستان، همه دیدیم، طرف داره کفش بوت رنگ میکنه، میگه که من بچه دارم داره درس میخونه، دختر دارم داره درس میخونه، اونا رو نمیفرستم کار. من اگه بمیرمم کارگری بکنم، به قول شما میگن فقیری بکنم، هر مزدورگری بکنم، هر کاری بکنم، باید پسر و دختر من درس بخونه. پدر فرید، شما در حد حق فرید ظلم کردی، فرید رو در خیابان رها کردی، فرید رو فرستادی اسفندی کردن. میدونید که فرید صبح میرفت غروب میومد، اگه هر چیزی رو استفاده میکرد به خورد این کودک میدادن که معتادش کنن، جذبش کنن برای سوء استفاده جنسی،
شما از کجا میدونستی؟ فقط شب به شب میخواستی 100 افغانی، لعنت بر اون 100 افغانی که اون کودک رو بفرستی در کف خیابان بیاره سر سفرت بذاری، لعنت بر اون 200 افغانی که اون کودک برای تو بیاره. اون کودک پر از بغضه، چون پسر فهمیدهیه، پسر بیار نیست که این خیالش نیاده یک کتکش بزنی، بهش برخورده، سراسر خشمه. نمیدونم چرا هنوز ملت دارن میگن پدر فرید راست میگه. پدر فرید آقای همایون با شما بدقولی کرد، تلفنشو جواب نداد. شما رو چه حسابی میگی پدرش رفته بود کار؟ وقتی که یکی با شما قرار داره باید با پیش شما بیاد، باید با شما قرار داشته. هر کار مهمی هم که پیش بیاد حتما اون کار رو باید لغو میکرد، سر موعد پیش شما میرسید. وقتی قرار 11 صبح شما رو ببینه چطور 8 میره سر کار؟ خودتون ذره فکر کنید مردم، کسی که 8-11 ظهر قرار داره با یکی چجوری 8 میره سر کار، که کارش هم بطل جمع کردن و آهن جمع کردنه. همه دیدیم تلفن رو نه تنها جواب نمیداد، خاموش میکرد، تلفن رو رد میزد. چجور وقتی که بعدها زنگ زدی، بعد خانومش بود کدومی که فرزند داشت برداشت، چجوری روز بعد جواب دادن؟ این یک بی‌حرمتی بود به شما آقای همایون. و شما هم خیلی راحت میشین اینجا از طرف پدر آقای فرید به مردم میگی که پدر فرید سر کار رفته بود. من ارزش بسیاری برای آقای همایون قائلم. آقای همایون، من واقعا ارزش بسیار زیادی برای خودتون و کاراتون قائلم، ولی شما فرید رو تخریب کردید آقای همایون. فرید بیچاره که در آموزش دیده در خیابونها با اسفندیگری، توقع داشتی فرید چه جور آدمی باشه؟ فرید و رفتی در کنار خیابون، ما همه دیدیم، جمع کردی آوردی. این حرفا رو که فرید زد، فرید دروغ نگفت، فرید از همه سمت داره بهش حمله میشه، مجبور کوتابیات. فرید نمیاد دروغ بگه جای خودش رو خراب کنه که بگه پدرم گفته دیگه بعد یه هفته اونجا نرو. شماها آقای همایون فرید خیلی خوب به مردم نشون دادی، همه برای فرید اشک ریختند. همون لایک و کامنت ها هم پولاییه که به دست میاد. من ناراحت نشید اینو میگم، متاسفانه الان دیگه هیچ چنلی، هیچ یوتیوب چنلی نمونده که در راه رضای خدا کاری بکنه. از فرید مستند ساختید، فرید رو به مردم، به ملت دوز معرفی کردید. یه دوچرخه رو اگه فروخته بود، همون آقایی که یک سیله زدی تو گوش فرید. شما خودت دروغ نگفتی با آقای همایون، گفتی من فرید رو ندیدم؟ چرا دروغ گفتید؟ اون آقایی که دوچرخه از فرید خریده بود، اون آقا هم دروغ گفت. این نمیدونست فرید هیچ چیزی نداره، چرا باید ازش دوچرخه بخره؟ چطور یک عده نان یک کودک و 7 نفر برد به 7 نفر غذا داد فرید با پولهایی که از دوچرخه فروخته بود؟ فرید معلوم بود که باید با اون وضع لباس، لباسش آقای همایون فرید عوض کرد. میدونی چرا؟ چون فرید اگه با اون تیپ قشنگ و تیپ کودکانه سر سرک بره بخوابه، 1000 سوء استفاده ازش میشه. فرید مجبور بود شروال پلنگی کنه، دستمال بندازه که منم یک کسی هستم، میدونم منم برای خودم یک آدمیم که قدرت دارم، کسی نمیتونه به من حرف بزنه، منم عین شما سر سرکی ها هستم. فرید به اون خاطر لباسش رو عوض کرده بود که شما گفتی تیپش رو عوض کرد در یک روز فلان کرد. آقای همایون، به نظر من کاش فرید رو از سر سرک نمی بردی برای 3-4 روز. فرید رو کاری کردید که فرید، شخصیت فرید خورد شد. شما برگشتی گفتی فرید یه چند تا چیزایی استفاده میکنی که نمیخوام بگم. دیگه چی مونده بود بگید آقای همایون؟ فرید رو بیچاره کردید، فرید رو معتاد معرفی کردید، یه چیزایی استفاده کردی فرید که دوستات به هم گفتن، اینو خودتون گفتید. این بچه هم میفهمیم خواهی چند چیز دیگرم بر من راست نگفته بود. من برش گفتم که نیگه پار راست نگفتی، اینه من مردم را نگفتم، اما متوجه باش از این باد اعتماد من را خراب نکنی. خوب شد که مردم فهمید که بایسکل اول فروخته، باز بی سر وضع خدا چی جور کده.
شما چقدر صفت شکردم یکان گپای دیگان بود من خبر شدم شما نگفته بودین بر من چی گپا؟ بود یکان گپا گفت بچه شو هم چرس میزنه هم سیگریت میزنه گفتم ما خود پیش روی از من نازد افتان میزنه این اینی بود تایسر پیش روی از من نه من او را اصلی خبر شدم بر من یک کسی گفت باز من گفتم نه دروغ است باز من رفتم چند جای پرسان کردم که میخی اونمی جا ام زده بود کل گپایش من خبر شدم کو راست است لازم نبود اصلا این رو به ملت بگید و حتی برگشتید گفتید فرید یه دروغایی گفته روز اول ما به بیننده ها نگفتیم که فرید به فرید بدبین نشن چرا باید میگفتید چرا نگفتید شما مستنده مستند باید چیزی رو سانسور نکنی باید واقعیت ها رو میگفتی چرا اول واقعیت ها رو نگفتی فرید رو یک معصوم نشون دادی که معصوم هم هست بعد میای فرید رو یک دروغگو به ملت نشون میدی چه توقعی داری از کودکی سر سرک بوده پدرش میگه من به حوزه نگفتن چون آبرو میره آبرو مهمه یا فرزندت آیا این فامیل و اقوام تو به تو یک نان میدن روزی 100 افغانی بهت میدن آیا فامیل و اقوام تو از کنارش سرک رد بشن فرید رو ببینن که داره فقیری میکنه شب اونجا میخوابه با بوتهای پاره شده با کفشهای پاره شده این آبروی شما رو نمیبره ولی بری بگی حوزه حوزه آیا بلنگو در دست میگیره های فامیل فرید بیاید پدر فرید اومده گفته فرید گم شده یک برگه بود که حوزه فقط به خودش میگشت میرفت به فامیل میگفت آقای همایون شما چرا گول این پدر رو میخورید من هنوز هم دارم میگم فرید در دامن این پدر و مادر بزرگ شده پدر و مادری که کودک 6 ساله رو میفرستن برای اسفندی و توی گوشش میزنن سرش رو میشکنن که تو چرا باید 8 خانه باشی شب 8 خانه باشی 10 خانه به خاطر 2 ساعت پدر تو میدونی چه ها بر فرید گذشته فرید یک کینه بسیار بزرگ از پدرش داره که هیچ کس نمیتونه از دهن فرید بشنوه فرید یک طفل معصومه فرید یک پسر نابغه است فرید رو باید کمک کنید و آقای همایون اگه شما هم خرجی برای فرید کردید چون به هر حال فرید یک از ویدئوهای فرید ویوهای بسیاری به دست آوردی و خب اینا پول در میاد برای شما بعد آقای همایون لازم نبود شما دوچرخه را که فرید فروخته بود به ملت بگید شما شخصیت فرید رو خدشه‌دار کردید روحیش رو نابود کردید فرید تا سالهای سال مثال دارم میزنم اگه من میوه فروش باشم در اون سر سرک فرید بیاد میگم این دروغگو این دزده این فریبکار این چوتاره آقای همایون شما به فرید گفتید چوتار فرید چه چوتاری کرده بود توقع داری فریدی که سر سرک بوده فریدی که از 6 سالگی اسفند کرده فریدی که فقیری کرده بوتل جمع کرده مثل یک بچه تحصیل کرده با تو برخورد کنه که خیلی هم برخوردش خوب بود چه توقعی از فرید داری؟ چرا بهش میگی چوتار؟ چرا میگی فرید دروغگوه؟ چرا میگی فرید همه رو گول زد و منم گول زد؟ آقای همایون فرید شما رو گول نزد تا نمیدونم به چه دلیل نخواستید ببینید به چه دلیل شماها نخواستید واقعیتار فرید رو ببینید و فرید رو به مردم اینجوری معرفی کردید فرید آیندهش بد میشه از نظر روانشناسی به کسی که هر چیزی بگی یعنی امضا میکنی و اجازهش رو بهش میدی وقتی به یه نفر میگی نکنه تو دزدی بکنی اینو داری در ذهنش میندازی وقتی به یک نفر گاهی موقع مثلا یه زن از زندگی بسیار خوبی داره به شوهرش میگه که نکنه خیانت کردی نکنه میخوای خیانت کنی توی دعوا میگه ناخودآگاه باور کنید این در ذهن مرد یا اگه مرد به زن بگه در ذهن زن فرو میره حالا من وارد اون مبحث نمیشم ولی آسیب دیده آسیب اجتماعی دیده فرید آقای همایون شما دستشو گرفتی بردی حموم دادی لطف کردی گفتی هیچ کمکی نمیخوام لطف کردی بردی از پدرش نوشته گرفتی لطف کردی ولی چرا پسرو نابود کردی با خاک یکسان کردی فرید سالهای سال اگه در افغانستان چون چهره فرید یه جوری که اگه بزرگم بشه حالا همه شاهد هستیم 5 سال دیگه هم همین چهره رو داره یه چهره بانمک یه لهجه بسیار شیرین من عاشق حرف زدنشم وقتی حرف میزنه میگه اینجور مگه نیست
من اینجوری کرد، درسته؟ من زد اینجوری کرد. اینقدر این حرفاش خوشگله، من از حرفاش خیلی خوشم میاد. لهجه شیرین خودش فرید بهت پناه آورد. فرید واقعیتای پدرش رو گفت. شما چرا به رسانه کشیدید؟ چرا واقعیتای پدر فرید رو که فرید بهت اعتماد کرده بود جر جلوی دوربین گفتی؟ فرید نیاز به روانشناس داره، نیاز به دکتر داره، نیاز به مشاوره داره تا این آسیبی رو که همین الان آقای از چنل شما دیده، سالهای سال بر وجود فرید در بر تک تک مردم افغانستان بر یاد همه خواهد ماند و بر ذهن فرید خواهد ماند که یه طعنه بهش میزنن. برو تا آقای همایون بهت خوب کرد، دوچرخش رو دزدیدی بردی فروختی. آقای همایون بهت خوب کرد، تو دروغ گفتی، تو چوتاری، تو به مادر خودت دروغ گفتی، تو پدر خودت رو بد معرفی کردی. شما اینجوری فرید رو به مردم معرفی کردی. ازتون خواهش میکنم آقای همایون یه کاری رو که کردید تا آخر ببرید، فرید رو درمان کنید و فرید رو به مردم نشون بدید، خوبیهاش رو، و لطفاً این دیدگاه از ذهن مردم پاک کنید. خواهش میکنم ازتون، یا اینکه ویدیوهای فرید رو پاک کنید اگه میتونید، چون یه چنل یوتیوبر هست، یوتیوب خودته، چنل خودته، میتونی این کار رو بکنید. ذهن فرید خیلی ذهنم عوض شد. من از وقتی کامنت های اول رو میومدم میخوندم، همه میگفتن تو رو خدا به داد فرید برس، فرید نباید دست پدرش داده بشه، نباید اینجوری، گناه داره، ما هزینه بهش میدیم، خرج میدیم، کمک میکنیم، چقدر معصومه، چقدر زبان شیرینه، چه پسر خوبی، چقدر خوب. بعد یه دفعه فیلمی که بعد گذاشتی همه میان مینویسن چه چوتار فریب، 240 عذاب در اومد. من نمیدونم 240 چه کلمه‌ایه که اینو بیشترین لایک اون کلمه رو داره، که خدا خودش رحم کنه. فرید یه 240 عذاب برآمد، همه اونو لایک کردن. اول ویدیویی که گذاشتید راجع به فرید اونه، اون بالاترین لایک آورده. و فرید چه اکتر خوبیه، همه رو گپ داد، همه رو فریب داد. اون مردم نوشته بودن و هزاران نفر دارن اون یه کلمه رو لایک میکنن. فرید آسیب دید، هیچ کمکی بهش نکردید آقای همایون. من ازتون تشکر کردم، من واقعا ارزش براتون قائل هستم، ولی لطفاً از حرفای من ناراحت نشید. ازتون خواهش میکنم، حقیقتی رو که میگم از حرف من ناراحت نشید، یک حقیقته. فرید رو خیلی بد به مردم معرفی کردید، لزوم نداشت نشون بدید، چون این کودک فهمید که دیگه امیدی در خانه نداره. اگه بره باز همون بلاها و زورکاریه. الان اگه کار میکنه، 200 افغانی کار میکنه، خودش با دست خودش میخوره، چیزی رو که دوست داره میخره، نه اینکه در خانواده‌ای که 8 نفر فرزند، ماشاءالله به توانی این پدر و مادر 8 اولاد دارن، فرید باید بره بیاره. غروب به غروب خسته و کوفته، دستای سیاه اسفندی کرده پول و تحویل پدر بده و ناسزا بشنوه از پدر که چرا 2 ساعت دیر اومدی و سر پسرش رو بشکنه. فرید میدونی چرا دیر میاد؟ فرید در اون خانه امنیت نداره، دلخوشی نداره، هیچ امیدی نداره. اگه امید داشته باشه، هیچ کودکی که دوست نداره سر سرک بمونه. فرزندای ما از مکتب که تعطیل میشن، سری میرسن خونه استراحت بکنن، چون خانه امن اینجاست. ولی فرید خانه امن نداره. خانه امنش سر سرکا بود که دیر میومد و پدرش گفت این عادت داشت، کم کم یه شو نیامد خانه. الان پدرش بیخیال شده. چرا؟ یک حیوان ببخشید، یک سگ از لان، معذرت میخوام، از لانه گرم فرار نمیکنه. سگ به سگی خودش، یه مثال است، میگن سگ از لانه گرم نمیگریزد. بس فرید چرا میگریزه؟ میره سر خیابون با اون وضع، چون محبت ندیده، از مادرش هم ندیده. آقای همایون خواهش میکنم گول زهرا رو نخورید، گول گفتگوی پدر و مادرش رو نخورید. نمیدونم چرا فکر میکنید فرید داره دروغ میگه. فرید راست میگه، فرید آسیب دیده است. فرید از هزاران کودکیه که آسیب دیده. خواهش میکنم ازتون آقای همایون، فرید باید تحت نظر قرار بگیره. ترس و استرسی که داره، فرید دروغگو نیست، فرید واقعیت‌ها رو از ته وجود میاد، چیزی که از ته دل بیاد به دل میشینه، چون از ته دل داره میگه، درداشو داره از ته دل میگه و به ته دل همه میشینه، همه حرف فرید رو باور دارن. فرید چوتار نیست، فرید دروغگو نیست، فرید حقباز نیست. خواهش میکنم، با حرفاتون خیلی آسیب روحی به فرید زدید. این
این همون حرمت اول فرید رو برگردونید، برگردونید لطفا. اون پسر امکان داره تا به خاطر اینا معتاد بشه که خودتون گفتین نگان چیزا مصرف میکنی، به هم گفتن نباید اونو میگفتید. آقای همایون اگه مصرفم میکرد نباید میگفتید. هر چیزی که دیگه واقعیت نداره. حالا دیگه چون بنده خدا فرید اگه یه چیزهایی رو از ترس اضافه کرده، ما نمیتونیم الان هر انگی رو به فرید بزنیم. به خدا همین الان اگه فردا یکی بیاد بگه فرید بوتای منو دزدید، از مغازه من میوه دزدید، پول منو دزدید، همه باور میکنن. چرا؟ چون که فرید به مردم بد معرفی شد و ذهن همه نسبت به فرید عوض شد. شما لزوم نداشتید دوچرخه فروشی رو به مردم نشون بدید. لزوم نداره بیایید بگید فرید یه چیزهایی مصرف میکرد. لزوم نداره بگید فرید یگان دروغایی میگفت. فرید چوتاره، فرید همه رو فریب داد. این کارا رو فرید نکرد. اگه کرد، اگه یه چیزایی گفت که اول خودت آقای همایون میگی من میدونستم به بیننده ها نگفتم، باید همون موقع استاپ میکردی، میگفتی سلا نمیدونم ادامه بدم راجع به فرید. شما که واقعیت ها رو به شما گفته بود. اگه فرید آدم بدی بود توی خونه شما بود دزدی میکرد. کسی که آدم بدی باشه اول کارش دزدیه، از جیب کسی پول بلند کردنه، که اونم اگه بکنه واقعا فرید گناهی نداره، گناهی نداره، چون پرورده دست اون پدر و مادره. باور نکنید حرفای اونا رو. فرید آسیب میبینه. فرید دیگه علنن از اون کودکایی میشه که در خیابون بخوابه. چرا عادت کرده؟ چرا؟ به چه دلیل؟ اگه خانه پر از محبت باشه، فرزند دو میکنه با پاهای خودش که سریع برم برسم خانه. فرید نه از پدر محبت میبینه و نه از مادر محبت میبینه. به شما پناه آورد. متاسفانه شخصیت فرید رو اگه قبلا 4 نفر در سر سرک میگفتن خوبه، شخصیت فرید برای همیشه ویران شد، داغان شد. این پسر اگه بزرگم بشه هیچ وقتم فکر نکنم بتونه زن بگیره، فکر نکنم بتونه وارد اجتماع بشه. و اون پسرم نیست که بخواد فرار کنه بره یک کشور اروپایی پناه ببره، آمریکا اروپا بره پناهنده بشه. ولی حیف فرید، حیف از این پسر نابغه. باید یک کودکی، یک کسی بار بیاد که افغانستان رو، به خدا اینا آینده سازان افغانستان هستن، اینا بهترین ها هستن، اینا کودکای با دانش هستن. فرید اگه سواد داشته باشه بهترین میشه. مادرش میگفت تو رو مدرسه میذاشیم هیچ یاد نمیگرفت. فرید میگفت چرا دروغ میگی؟ پدر من میزد. وقتی که تو بخوای به کسی چیزی آموزش بدی و اینو کتک بزنی، این هیچ یاد نمیگیره. متاسفیم، متاسفم برای کسایی که، یالا من ویدیو قبلی گفته بود، یه چند نفر گفته بودن خانم بهار دخالت نکن، من حرف بدی نزدم. شماها چرا ناراحتید؟ یه عده هستن که میان به آسیب میزنن به اینکه بخوان آموزش بدن به فرزندها درس دینی و تجاوز میشه به کودکان. من هیچ آسیبی نرسوندم، من خودم فرزند دارم، من مدافع حقوق هستم. حقوق کودک فرق نمیکنه، کسی که نتونه از خودش دفاع کنه و نتونه حرفی رو که حقشه بزنه. من حرف بدی نزدم. آیا سلاح در دست گرفتم؟ آیا اومدم تخریب کردم؟ آیا به بهانه درس دینی و تعلیم دینی در مساجد که کسایی هستن 6 ماه دوره میبینن در پاکستان، میان اونجا به مسائل دینی به کودکان تجاوز میکنن، تجاوز به پسر و دختر، من چیکار کردم؟ من امیدوارم کسی از حرفای من ناراحت نشه، امیدوارم دل کسی خدشه‌دار نشه. من واقعیت ها رو گفتم به امید روزی که آقای همایون چهره خوب فرید رو به تمام دنیا نشون بده و این کودک باز روحیش رو برگردونه. و حتی فرید دروغ نمیگفت، فرید واقعا لکنت زبان داره. فرید وقتی که استرس زیاد به مغزش فشار میاره، در مغز این زیاد فشار میاد، زبونش بند میره. این فرید وقتی که حرفای حق رو میخواد بزنه زبونش بند میاد. بس دروغ نیست، واقعیته. ازتون خواهش میکنم فرید رو بسازید. فرید کودکه، باز را داره مثل خمیری که هر شکلی بخواید. فرید رو بسازید. این پدر دلسوزش نیست و فقط فکر در پول در آوردنه. بیا برات نمیدونم یه اتاق بزنم، برو بستنی فروشی بکن، آیس کریم فروش، بگو پسرم برو درس بخوان، آقای همایون بهت پول میداد، برو درس بخوان. اگه این پدر نیتش درس خواندن بود، چرا گفت بعد یه هفته دو هفته اگه خسته شدی بیا برات یه چیزی بخرم، یا بستنی بفروش، بوت رنگ بکو، هرچی اتاقک برات درست کنم. بس این پدر به فکر پول در آوردن بالای فریده، به فکر تعلیم نیست.
آیا بهش گفت اگه پیش آقای همایونم نبودی بیا تو خونه برای خودت بمون، تو فقط بازی بکن، تفریح بکن، برو درس بخوان. آقای همایونم که داشت ماهی مقدار بهت پول میداد. آقای همایون شما مرد بسیار شریفی هستید، براتون بسیار ارزش قائل هستم و از عهده شما برمیاد. لطفاً شما فرید رو یک فرید قهرمان بسازید که ساخته بودید. فرید رو گول حرف خانوادش رو نخواهید، توی دامن خانوادش بود این بار اومد، بقیه همه بی سواد و درس نخوانده. ازتون خواهش میکنم فرید رو باز قهرمان به مردم نشون بدید، امید رو در دل این بچه زنده کنید و نذارید فرید ناامید بشه. فرید خیلی میفهمه، فرید باهوشه، فرید داناست. اگه به یکی مثال به یکی بگی خفه شو، اونی که عادی میگذره، ولی امکان داره فرید نگذره. اون آقایی که به فرید سیلی زد نباید میزد. آقا به چه رو چه حسابی فرید رو در توی خیابون سیلی زدی؟ خودتو که دروغ گفتی با آقای همایون. خودتو مگه نگفتی من فرید رو ندیدم؟ گرچه فرید رو شب اونجا دیده بودی، چرا گفتی ندیدم؟ خواستی همدست بشی؟ چرا گفتی ندیدم؟ بعد چرا یه سیله زدی تو گوشی فرید که شما بهش بگید قپاق؟ زدی تو گوش فرید، چرا زدی؟ که فرید اونجا خیلی بهش برخورد، حتی اونجا فرید نتونست بگذره، گفت چرا میزنی؟ خواست حرف بد بهت بزنه. لیاقتته مرد بزرگ، چرا در گوش کودکی که خدا تو گوشش زده بیچاره شده که سر سرک افتاده، که در حقش ظلم میشه، پدرش ظلم کرد، رسانه آبروش رو برد، به چقی توی گوشش میزنی؟ چرا؟ چون که نخواست بگه که دوچرخه رو داده به دوست تو و پول رو داده به تو برده برای تو غذا خریده؟ این کار رو نخواست بکنه؟ به اون خاطر؟ چرا زدی؟ حق نداشتی فرید رو بزنی. باید از فرید معذرت خواهی بکنی و روی فرید رو ببوسی، ازش معذرت بخوای، از دلش در بیاری. فرید از تو هم کینه به دل گرفت، به چه حقی فرزند مردم رو میزنی؟ متاسفم اگه فرید پدر داشت، یکی مثل تو نمی اومد دست بلند کنه و جلوی دوربین بزنی تو گوش فرید بیچاره. جلوی دوربین فرید خار کردید، اون رو سر سرک همه دورش جمع شدید، رسواش کردید، مثل کسی که قاتل مواد فروش دزد مچشو گرفتید، همه دور فرید جمع شده بود. میدونی فرید چقدر داشت آب میشد؟ آب میشد فرید. فرید رو بیچاره کردید. به خدا من درد فرید رو میفهمیدم، که من این فیلم متاسفانه من دیروز دیدم، قبل از اون فیلمو نش کردم، من بعدن واقعیت‌ها رو دیدم، وگرنه من این فیلمو نش می‌کردم. من میگفتم آقای همایون ازتون خواهش میکنم شخصیت فرید رو برگردونید. من منتظر هستم ببینم شما آدم باسواد و دلسوزی هستید، درکتون بسیار بالاست. امیدوارم از گلگی من ناراحت نشده باشید. منم خواهر شما هستم، شما مثل برادر من، اگه هر حرفی زدم ناراحت نشید و امیدوارم دستای دراز سمت فرید رو کوتاه کنید و از فرید بپرسید چه پیشنهادها، چه چیزها در اون سر سرک بهش شده. بیشتر میذاشتی بهت اعتماد کنه آقای همایون، نه اینکه یه حرفی رو زد سریع گفتید ناراحت شدید از پدرش و متاسفانه فرید دیگه اعتماد نمی کنه به شما. فرید دکتر و روانشناس و مشاوره میخواد. من منتظر هستم که فرید قهرمان رو دوباره به ملت معرفی کنید و ما همه خیالمون راحت بشه. بسیار ممنونم از شما که موندید و ویدیو منو تماشا کردید. از همگی متشکرم، وقت خوبی براتون آرزو دارم و یک کلیپم به زودی راجع به طاهره صحبت میکنم، منتظر باشید. خداحافظ.